مناظره جنجالی در فضای مجازی از رو شدن اسناد تا گله گذاری کارشناسان. جمعه گذشته بود. مناظره ای متفاوت. یک طرف در ایران و طرف دیگر اشتوتگارت آلمان. یک طرف زیبا کلام فعال سیاسی اصلاح طلب در داخل و طرف دیگر علی علیزاده فعال سیاسی مقیم خارج و کارشناس سابق شبکه بی بی سی. مناظره ای که 2 ساعت تمام به صورت زنده در شبکه های اجتماعی برگزار و با حواشی جالبی هم همراه بود. مناظره ای که از همان ابتدا یک راست به سراغ آرمان های انقلاب می رود. انقلاب اسلامی برای تحقق اهداف آرمان هایی بوده که خیلی این روزا ازش نظام جمهوری اسلامی ایران سعی می کنه که کمتر از اونها جا کنه و به جاش از یک دسته مطالب دیگری آمریکا ستیزی، استقلال ستیزی، قهر ستیزی، شجوع انقلاب و مبارزه با نظام سلطه و این جور چیزا یاد میکنه. در اونجور واقعا اینها اهداف انقلاب اسلامی نبود. سخنان زیبا کلام با این واکنش روبرو می شود. من معتقدم که از لحظه اول که ایران هیچ وقت ایران آمریکا ستیز نبوده، این یک افسانه بیشتر نیست. جمهوری اسلامی هرگز آمریکا ستیز نبوده، آمریکا ایران ستیز بوده. وزلی کلارک رئیس سابق ناتو میگه در سال 2003 رامسفلد به من اسنادی نشون داد که 7 کشور رو قرار بود اشغال نه حمله اشغال نظامی کنن: افغانستان، عراق، سومالی، لبنان، یمن، سوریه و در پایان اون پروسه قرار بود به کشور ایران برسن. اشغال نظامی یعنی سرباز با چکمه وارد ایران شه. زیبا کلام میگوید موج آمریکا ستیزی یک حرکت قدیمی و مربوط به 40 سال پیش است. شما به همراه جریان فوگو در ایران تصمیمید به این علم و قدر آمریکا ستیزی ولش نمیبادید. من کاملا میتونم بفهمم چرا ولش نمیبادید، ولی دست آمریکا ستیزی را ازتون بگیرن هیچ چیز ندارید. شما شما رو بگید دستاورد ما چی بوده در این 40 سال. اگر امروز ما با آمریکا آشتی میکردیم آیا وضع ما بهتر میشد؟ یک اپسیلون بهتر میشد؟ جوابش خیلی واضحه، ولی مثالی که تو ذهن نسل ما خیلی مشخص برجامه. امثال دکتر زیبا کلام عزیز 4 سال فشار آوردن که بدید همه چی بره، هسته‌ای رو بدید بره، غنی‌سازی رو بدید بره، نطنز رو بزنید چم توش بتون بریزه، اصلا هر چی دارین حراج کنید، منا اسمش چیه؟ مسائل دفاعی ایران بدید بره، خب اقتصاد باز شه. همه رو گرفتن، باز شد اقتصاد. الان شما میتونید 1000 دلار جابجا کنید. توان دفاعی دیگر موضوعی بود که در ادامه به آن پرداخته شد. جدا از موشک سازی، جدا از بمب سازی، یه کار دیگه میتونید بکنید آقای دکتر علیزاده. ما میگیم که ایران اگر موشک نداشته باشه یعنی در زمینه مسائل دفاعی بهش حمله میشه، یعنی فردا صبح بهش حمله میشه، یعنی فردا صبح بحرین و قطر، یعنی میگم چیزای خیلی کوچیک به ایران ممکنه که شاخشونه بکشن. ایشون میگه مثلا شما چه میدونم با قومیت‌ها خوب نبودید، شما مثلا چه میدونم نظام آموزشیتون قدیمیه. اگر انسان دوست هستید، اومانیست هستید، اگر نگران حقوق بشر هستید، از بین رفتن واحد جغرافیایی سیاسی به اسم ایران یعنی مرگ 20 تا 30 میلیون نفر در منطقه، شما باید بخواید که ایران بیشتر خرج مسائل دفاعیش کنه، نه اینکه بیاید تحریک کنید افکار عمومی رو. وقتی زلزله میاد بگیم پول رفت سوریه، وقتی یک جایی یه مدرسه میسوزه، مدرسه کپر بوده تو مناطق محروم، بگید پول رفت سوریه و لبنان، اینا به هم مربوط نیست. حرف اینه اگر میخواید از این چرخه باطل پاپولیسم سیاست خارجی بیاید بیرون، بتونید مسائل رو معقول حل کنید، برید آقا جلو فساد رو بگیرید، خب فساد داخلی رو بگیرید، برید جلو این برجایی که از زمان آقای شروع شد، این پولدارای عجیب غریب از کجا اومدن؟ تحولات معاصر و شکست مشروطه خواهی هم سرخط دیگر این مناظره بود، موضوعی که از دید زیبا کلام علتش تندروی و از دید علیزاده نفوذ استعمار بود. یکی از مهمترین عواملش، یکی از مهمترین عاملهاش این تندروی بوده. من معتقدم که خود مشروطه این اتفاق افتاده، معتقدم در جریان ملی شدن نفت این اتفاق افتاد، بعد از سقوط رضا شاه این اتفاق افتاد، در جریان انقلاب اسلامی این اتفاق افتاد، اونجایی که بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفت، در دوران اصلاحات این اتفاق افتاد. من جمع‌بندی همین بود دیگه، جمع‌بندی خاصی ندارم، جمع‌بندی من همین است.
در سال 10 سال گذشته چیزی که ایران رو نابود کرد استعمار و حمله غربی بود، مشروطه رو تونجوی نابود نکرد، مشروطه رو اشغال نظامی ایران توسط دولت انگلستان از جنوب و دولت روسیه تزاری از شمال نابود کرد. این دیگه در تاریخ گفته شده. همینطور هم وقتی که چه میدونم صنعت ملی شد، نفت ملی شد و جنبش شد و ایران یک دموکراسی داشت، حالا در صورت دوستان نئولیبرال قبول ندارن، اونها با مصدق هم حتی خوب نیستن، ولی ایران کودتایی شد که دولت آمریکا درش خرج کرد، 5 میلیون دلار اون موقع کردم معادلش هم میدونم 300 400 میلیون دلار امروزه خرج کرد، آمریکا در ایران کودتا کرد. مناظره‌ای که در ادامه به برخی موضوعات روز هم کشیده شد. آمریکا سال 2012 4015 تا سید امامی داشتش. سال 2012 4015 نفر توی بازداشت موقت تو آمریکا کشته شدن. متوسط 1000 بی سوادید شما. شما دانش روز ندارید. 1100 نفر در سال در بازداشت موقت آمریکا کشته میشن. در انگلستان 1991 تا حالا 1556 نفر. من عضو سازمانی ام که مقابل کشدار افراد در بازداشت موقت تو انگلیس استاده. 1551 تا ستار بهشتی داشته ما تو انگلیس.